رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام دکتر. سلام، بفرمایید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خیلی متشکرم از نوبه خودم از اینکه زحمت کشید برای ما. خواهش می‌کنم دکتر، حقیقتش رو بخواید من میدونم که طبق معمول باید یه معرفی از خودم داشته باشم که از اروپا تماس میگیرم خدمتتون. بعد سن من 54 سال هستش، همسر من 56 سال دارن. البته تو پرانتز عرض کنم خدمتتون که مدت 6-7 سال هستش که جدا از هم زندگی میکنیم. بعد دختری داریم 19 ساله. هر جفت ما، من هم همسرم، بچه های وسط خانواده هستیم. من بچه دوم از 3 فرزند هستم. قبل از من برادرم هستش که 1 سال بزرگتر از من و خواهرم که 2 سال کوچیکتر. و همسر من هم 5 تا بچه سوم هست. از ارزم حضورتون حدوداً 22 سالی که ایران خارج شدیم و در 2 کشور اروپایی زندگی میکنیم. این مدت زیادی کشور ایتالیا همراه هم بودیم، هر جفتمون همراه دخترم، ولی حدوداً 6 سال هستش که من همراه دخترم کشور فرانسه زندگی میکنم. حقیقت شو بخواید من مدت طولانیه که میخوام با شما صحبت بکنم، ولی هم مردد بودم، همین که نگران از این که احتمال زیاد شما از شنیدن مسئلهی که میخوام عنوان کنم گیر خواهید شد و داد به نوعی خیلی جرأت شنیدن جواب چیزایی که شما احتمالا خواهید گفت نمیتونستم داشته باشه. ولی امروز 2 تا خانوم با شما صحبت کردن، یکیشون ارتباط با فرزند پسر 21 ساله یکی از اقوام یا دوستانشون بود که امروز صبح تماس گرفتم، بعدم خانومی که دختر 19 ساله از آلمان داشت. به همین خاطر یه مقدار جرأت دادم به خودم که به هر حال بعد دل رو به دریا بزنم با اتون صحبت کنم. اگه سوالی تو اینجا داری، من سوالی که دارم فقط برام ببینید عزیز، همطور که خود تو میدونید بدترین سن جدایی پدر و مادر یه چیزی بین 8 تا 12، ولی شما نه تنها از همسرتون وقتی دخترتون 13 سالش بوده اگر من درست فهمیدم جدا شدید، شما این دفعه از ایتالیا اونم با دخترتون که معمولا به مادر نزدیکتری رفتید فرانسه، هم تغییر یه 2 تا فرهنگ متفاوتن، چون ایتالیا و فرانسه درست اروپایی هم، ولی خب هم زبان متفاوت، هم به هر حال شرایط متفاوت، بعدم دختر هم با شما آمده. میشه اول به من بگید این چه ضرورتی داشت که شما در یه چنین شرایطی که معمولا پیشنهاد میکنن واقعا برای بچه ها بیشتر از یک تغییر رو نیارید؟ وقتی تغییر از 2 سمت میاد مثل اینکه از چندین سمت آمده و به همش میرزه، چرا یه همچین کاری کردی؟ عرضم حضورتون دکتر، من مدت ها بود که خیلی رضایت نداشتم که در کشور ایتالیا بمونم. البته همیشه هم مشکلات خیلی زیادی که با همسرم داشتم، ولی هر جفتمون توافق بر این داشتیم که کشور رو عوض بکنیم. یعنی واقعا بعد از 7-8 سال اونجا زندگی کردن محل مناسبی نمیدیدیم کشور ایتالیا رو، چه نظر اقتصادی چه بعدها بدتر هم شد و هم از آز من شخصا خیلی مویون حتی از نظر فرهنگی هم دوست نداشتم اونجا. یه زمانی که من تصمیم گرفتم که خیلی مسائل برامون پیش اومد خیلی سریع. نه ببینید، نه میخوام به جزئیات، نه من حرفی ندارم از این، اصلا زیر بارتون نمیرم. شما 16 سال تو ایتالیا بودید، بچه 13 سال تو اون کشور بود، اصلا فرهنگ مزخرف بی خود، فرانسه خیلی بهتر،
شما هم دلتون میخواست بهت قبول. در وقت جدایی شما نه تنها دخترتون رو از مادرش، از دوستانش، از محیط و فرهنگ آشنا، از زبانی که میدونه، اصلا خودش هم دلش میخواسته، آوردتش فرانسه. چه توضیحی دارید که ما میخواستیم از قبل و علاقه داشتیم و وضع اقتصادی و سیاسی، اصلا اونها هیچ قابل توجیه نیست عزیز. یعنی دفاعی نکنید. من فقط میخوام بگم من میخوام بگم که نصب کنید. من میخوام بگم که شما چرا دخترتون رو با خودتون بردید؟ چرا دختر پر مادر نمون؟ من بلافاصله میخوام همین رو عرض کنم، من بلافاصله این کار رو نکردم. اول از این که با توافق هر جفتمون بود، یعنی این نبود که من بخوام که به اجبار این کار رو کرده باشه. توافق هر جفت یعنی نصب کنید. توافق هر جفت یعنی چی عزیز؟ یعنی هم مادرش و هم من. اصلا خب شما اصلا جایی نداری در اینجا. من به عنوان یه فردی میگم شما این کار علیه فرزندتون، توافق شما که مثل که پدر مادر تصمیم میگیرن بچه رو کتک بزنن، چه توافقی است؟ یعنی میخوام بگم چون بقیه میشنون عزیز، شما اگر موضوع شما که اصلا گذشته و رفته، منم اصلا با گذشته کاری ندارم، ولی میخوام توجه شنوندگان رو به این جلب کنم که این موضوع خیلی پیچیده تر از ایناست. اصلا من همیشه عرض کردم بچه های جا مثلا وقتی خارجیان در یه جا ریشه میدونن و از روی زمین کندنشون و تبدیلشون کردن، هر اندازم خوب باشن، به گلهای گلدون سرزمین دیگه کار درستی نیست. واقعا مسئله خانواده و بچه مثل یه درختی است که در یه منطقه فقط میتونه رشد خودش رو بکنه. یعنی اونجاست که شما مسائل دارید. بعدم عرض کردم اولا شما یه دونه فرزند دارید، معناش اینه که پدر مادر جدا میشن، بچه نه خواهر داره، نه برادر داره، نه مادر داره یا نه پدر داره. یعنی کسی است که بیش از همه احساس میکنه از همه جا بریده شده. حالا شما در اینجا اضافه شم میکنید به بریده شدن. بعدم عزیز سن طلاقه درست نیست. بعدم تو این سن وقتی دختر شما وارد فرانسه میشه، امکان نداره بتونه وارد حلقه دوستانی بشه که فرانسه در مدرسه شو هر جایی وجود داره. نمیدونست که همیشه از در علمی گفته میشه یا وسط میذارن بهش میخندن یا بیرون میذارن معلش نمیذارن. نمیتونه جز اون مثلا حوزه یا سرکل آف فرند بشه، اون دایره دوستان بشه. یعنی همه اینا هست. این که حتی اگر شما من میفرمودید اجبار بوده، اخراج شدیم، میتونستم بگم بیاد از اون بگذاریم، اون وارد بحثش من نمیخوام بشم. من فقط یه توضیح کوچیک بدم دکتر، شاید سوء تعبیر شده باشه برای شما. دختر من در ایتالیا به دنیا اومده، ما از ایران نداشتیم فرزند که بیاریم. من اصلا کاری بوندارم، من میگم ایتالیا 13 سال ایتالیا بود. من به نظرم رسید که شما فرض کردید که از ایران تو ایران به دنیا اومده، یک شما... بار چون بوده و نه 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 نه, نه, نه. اصلا من کجا هم شرف بزنم؟ شما میفرمید شما یه چیزی نزدیک مدت هاست که از ایران خارج شدی، بنابراین شما بعد دخترتون دختر ایتالیاییه و در ایتالیا متولد شده یا حالا نشده اونجا بزرگ شده، ایتالیاییه، بردنش به فرانسه. حالا به من بگید هر دو شما و همسرتون شغل و کارتون در ایتالیا چه بوده و الان شما در فرانسه چه میکنید؟ من خودم بشه معماری میخوندم در ایران، ولی در حد فوق دیپلم به دلیل این که از ایران خارج شدیم دیگه ادامه ندادم. همسرم هم مدیریت آموزشی میخوند که ایشونم اتمام نرسوند، اومدیم بیرون. و حقیقتش هم میخواید مدت‌های زیادی به صورت پناهندگی در کشور ایتالیا بودید، بعد از اون شهروندی ایتالیا رو گرفتید. این مدت هم کارهای مختلف کردیم که اصلا هیچ ارتباطی به درسمون نداشت، اون مقداری که خونده بودیم و متأسفانه موفق هم نشدیم به دلیل گرفتاری‌های خیلی 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 زیاد در این زمینه ادامه بدیم. کارهای مختلف میکردیم. بعد تو کشور فرانسه هم که الان هستم رستوران کوچیک دارم. بسیار خوب. حالا چه خبر است؟ برای چی لطف کردی تلفن کردید؟ از موضوعتون قسمت خیلی به ماجرا هستش. من با این، نه این که بار اول هستش که این فرمایش رو شما رو شنیدم، بارها و بارها شنیده بودم که سن طلاق و جا به جایی منطقه. بازم اینو خیلی مختصر میگم، من خیلی دخترم وقتی اومد اینجا از این که مدت یک سال اول توی مدرسه ایتالیایی گذاشتمش،
که خیلی ما رو شوکه نشه وارد جامعه جدید شده. ما رو در طول یک سال اول آشنا شد با شوهر فرانسه، البته تو ایتالیا هم آشنا بود، حتی دوستان فرانسوی داشت، حتی هم فرانسوی صحبت میکرد، خیلی خیلی کم. همین داری اینجا خیلی من ندیدم که حتی از لحاظ درسی هم مشکل پیدا بکنه و حتی از لحاظ دوستیابی هم حقیقتش رو بخواید دیگه مقداری افقتر از ایتالیا میدیدمش. چون دبیرستان اومد اینجا، اول دبیرستان اومد اینجا تقریبا دیگه سنش بالا بود، تا اونجایی که میدیدم سن راحت تری داشت، یعنی با هم پشتر بود. بسیار از عرضم حضورتون، من دو سال پیش دقیقا شاید یک ماه ترا قبل از شروع کرونا، ما شبی با همدیگه بحثمون شد و مدت خیلی کوتاهی با هم بحث میکنیم سریع جریانی، ایشون دست من رو چنگ زد، منم عصبانیت زدم تو صورتش. چرا صحبت میکنیم و اصلا چرا دست پدر تو جنگ میزنیم؟ قضیه تموم شد، اما متاسفانه پای ششش مقداری کبود شد همون شب. صبح که رفت مدرسه ظاهرا از طرف معلم بعد هم از طرف مدیر ده شده بوده و پیگیری شد به این شکل که بعد از ظهر به من خبر دادن که دختر تو نمیذارن بیاد خونه امشب، که من پیگیری که کردم دقیقا به من اینو گفتن که هم اون عصبانی از این جریان، هم احتمالا شما عصبانی هستی از این مسئله که پیش اومده، بهتر اینه که هم نباشی. و سوال کردن که مادرش اینجاست، خودش هم گفته بود که نه ایتالیاست، ایشون مونده تو ایتالیا. گفتن اقوامی کسی از دوستان کسی هستش که بره پیشش؟ گفتم نه، ما کسی رو به این شکل نداریم که قایم بفرستیم پیشش. گفت ما جایی براش تعیین میکنیم و مادرش تماس میگیریم که فعلا اونم بیاد پیشش ببینیم که میشه، ولی بهتر اینه که ما با هم نباشیم فعلا. جریان میشه که ادامه پیدا کرد. مادرش هم اومد، خیلی سریع میگم خدمتتون، مادرش هم اومد این منزلی که بودیم و اختیارشون گذاشتن بتونه اون بچه بیاد خونه، جای دیگه اسکان داده بودن بهش، بیاد خونه. بعدن حدودا دیگه خورد به کرونا، من بیرون از خونه بودم مدت 3-4 ماه و مادرش با دخترمون تو این خونه بودن، مشکلی هم پیش نمی آمد دیگه. اینطوری زمانی که کرونا تموم شد، 4 ماه اولش که به پایان رسید، قرار مدت که با مادرش بود ما به طور پیغام تلفنی با هم صحبت می‌کردیم خیلی کم، بیشتر از طرف اون پرهیز بود که باید کنه با من، ولی آروم آروم دیگه با پیغام تلفنی صحبت می‌کرد با ما. بعد هم دیگر رو دیدیم آرما پایما شک خاتمه پیدا کرد. بنابراین شما بعد از اینکه 4-5 ماه که مادر اونجا بودند و با دخترتون بودند، با هم کم کم تماس تلفنی و گفتگو و دیدار داشتید. خب بعدش چه شد؟ بله دیدار داشتیم. بعد حدوداً تا اونجا که حضور ذهن دارم شاید 1 هفته بعد از اینکه هم دیگر رو دیدیم، البته بخاطر مسئله دانشگاه، چون نیاز داشت که داشتن بهش بورس دانشگاه میدادن که نیاز بود که چون هنوز 18 سالش نشده بود، نیاز بود که من حضور داشته باشم برای باز کردن حساب بانکی.
چون باید می بودم. بعد از حضورتون دیگه یک هفته با هم بودیم، یعنی دیگه تقریبا هر سه نفر توی یه خونه بودیم که اینا رفتن ایتالیا، یعنی دیگه تابستون بود، یه مدار برای حالا هوا عوض شدن و یه مدار راه هم واز شده بود و مادرش هم کارایی داشت که گفتم باید برگردم حتی شده برای یک هفته. نه بیا لاجبه این جزئیات که هیچ فرقی نمی کنه، حرف این است که دختر و مادر رفتن به ایتالیا. رفتن خب. با هم رفتن ایتالیا. بعد از این که از ایتالیا برگشتن شاید بعد از یک دو ماه مجددا مادرش برگشت سر خونه زندگیش و ایشون اینجا بود. منم در طول این مدت دیگه در واقع از سپتامبر اکتبر دانشگاه میرفت دختر ما، رشته پزشکی میخونه. بعد ما همدیگر میدیدیم، البته بهش خوابگاه دادن، یعنی بعد از اینکه از ایتالیا برگشت دیگه از طرف مرکزی که ارگانیزه میکردیم برای ما رو بهش خوابگاه دادن، به ما معرفی کردن، ما رفتیم دیدیم همراه مادرش، بعد رفت خوابگاه. یعنی دیگه مادرش که برگشت ایتالیا، من خونه خودم بودم، ایشون هم خوابگاه دانشجویی بود. بعد من میرفتم میدیدمش تقریبا هر هفته ای، شاید از ده هفتش ده روز فرصت میکردم میرفتم میدیدمش، با هم میرفتیم بیرون، اگر میشد رستورانی بیرون یه جایی غذا میخوردیم، بعد میامدم یا حتی خونه براش غذا درست میکردم، خونه غذای ایرانی که دوست داشت میبردم براش اینطور. تا گذشت که حدودا یک هفته مونده بود به تولد 18 سالگیش، منم به خاطر تمام این مسائلی که پیش اومده بود و اینکه به هر حال یه نقطه عطفی فکر میکردم که 18 سالگی یه جشنی حداقل براش گرفته بشه، یه برنامه‌ای برای خودم، یعنی با کسی صحبت نکرده بودم ولی فکر میکردم که انجام بدم. گذشت که ایشون آخرین روز امتحانش رو، یعنی ترم اول رو که تموم کرد امتحان میداد، من بهش پیغام دادم که دخترم امروز که امتحان میدی فردا با هم قرار بزنیم که از تو با هم باشیم. گفت باش، یعنی پیغام نوشت که باش. مدت فرداش امتحانی که داده بود به من گفتش، برام نوشته بود که امروز چون روز آخر بوده و آزاد هستم با دوستان میدم ولی شب با تماس میگیرم که برای فردا قرار بذاریم. منم گفتم خیلی خوب، خیلی هم خوب شده که این کاری کردی. ما تا شب که از سر کار یعنی رستوران رو بستم اومدم خونه، دیدم از طرف مادرش پیغام رسید برای من که دختر ما فردا ظهر ایتالیاست. من خیلی از این موضوع ناراحت شدم، یعنی گفتم اول از این که اینطور که نمیشه که هم ما صبح یا روز قبلش با هم پیغام دادیم، امکان نداره که به این سریعی برنامه ریزی شده باشه، حتما از یک هفته قبل خبر رو دارم، چرا به من گفته نشده یا چرا دخترم صبح به من پیغام اینو میده به من نمیگه، تازه بر من میخواد فردا قرار بذاره، در حالی که فردا احتمالا ساعت 5-6 صبح باید پرواز داشته باشه. سر همه مسئله خیلی ناراحت شدم، مسئله مهم هم برای مسئله تولدش بود که احتمالا چرا پس این اتفاق افتاده مهم نیستش که حضور من اصلا مهم نیست، اینا برای خودشون برنامه گذاشتن و مثلا مسئله نبودی که به من بگن. منم پیغام نوشتم که باش، منم هر تلفن جفت تلفن های شما رو قطع میکنم، جلوشون رو میگیرم و نمیخوام هم دیگه با من تماس داشته باشید. یعنی به این شکل خیلی عصبانی شده بودم، خیلی بی خود بهتون برخورد. آخه ببینید عزیز، شما یه جوری عمل میکنید گویی که یا مالک بچه‌هایید یا اونا به شما بدهکارند، یا چون شما مثلا برنامه‌ای برای 18 سالگیش دارید حالا اونا باید به نوعی در مسیر نظر شما حرکت کنند. بله، یه بچه است در یه شرایطی از قبل مثلا قرار گذاشته، فکر کرده حالا به شما بگه نگه کی بگه چیکار بکنه، ولی شما اینو تبدیل کردید به اینکه من کسی نیستم تو زندگی تو و یا من اهمیتی ندارم. خبر بد براتون دارم،
من بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم که ما پمپ بنزین بچه هایی. هر وقت احتیاج به بنزین دارن میان بنزین میزنن و میرن. اگر اون احتیاج رو نداشته باشن، مثلا این ماشین تازه برقی احتیاج به چارج هم نداشته باشن یا اون مرکز ما نداشته باشیم، سراغ ما نمیان. که شما یه مقداری این حالو به خودتون گرفتید که اونا یه جوری قرار مواظب من باشن، اونا اومدن زندگی کنن. بعدم اصلا اذیت نشید لطفا، لطفا اذیت نشید. آخ شما در حق این بچه نه شما نه مادرش پدری و مادری نکردید، یعنی شما یه چیزای خوب زندگیش هم خراب کرد. و حالا سر یه موضوع به این سادگی بهتون اینقدر بر میخوره که میگید من تلفنم رو یا تلفنتون رو بلاک میکنم، قطع میکنم، نمیتونم حرف بزنید. امیدوارم اذیت نشید، امیدوارم اذیت نشید، امیدوارم اذیت نشید. یه درصدی از بچه ها خوشحالم میشه، خلاص شد دیگه، شکوه و شکایت و انتظار و توقع و دستور و فرمان و اینا هم نداری. ببینید عزیز، شما لطف کردید تشفردید اروپا و بعد از ایتالیا به فرانسه، ولی هنوز یه باری از این که من پدرم رو با خودتون دارید که من تو صحبتاتون میبینم. من اصلا عزیز اینو نسبت به بچه هام ندارم. من میدونم که من بدهکارشونم. بارها رو خط رادیو عرض کردم حتی این مسئله جدیه، ما هیچ حقی رو بچه ها نداریم. ما فقط یه جا حقمون مطرح میشه به عنوان مثلا پدر، اون وقتی بچه هم من 12 سالشه که این مدرسه بیا اون مثل من تصمیم میگیرم نه کسی دیگه، پرو این دکتر بری اون دکتر. یعنی در اونجایی که حق انتخابی هست منم که این انتخاب رو میکنم، فعلا ما ایم که اونا رو به این دنیا آوردیم، ما ایم که بدهکارای اوناییم، ما ایم که این تصمیم رو برای زنده بودنشون را آوردیم. احساس بسیار از ما نیست که ما بهشون زندگی بخشیدیم، نه زندگی نبخشیدیم، یه رابطه جنسی که زندگی نمیبخشید. یعنی میخوام اصلا از این نگاه بیاد، معلوم شما به مقدار زیادی یه ویژگی روانی خاص خودتون دارید، تو صحبتاتون پیداست که اینقدر این موضوع جزئیاتش براتون مهمه، ولی بچه ها اصلا قرار نیست که بمونن، تمام شده دورش عزیز. امروز ما در دنیایی هستیم که افراد با هم متفاوتن، پدر مادری که ازدواج کردن با هم متفاوتن، تازه من و شمایی که راهی یه فرهنگ متقابل میشیم، شما ایتالیا و فرانسه، دخترتون تو ایتالیا و تو فرانسه بزرگ میشه، اصلا یه جور دیگه به جهان نگاه میکنه و زندگی میکنه. تازه اینجا تحت تاثیر خیلی چیزاست، از دوستانش گرفته اینجا مرده، مادرش هم مطرحه، کسی هم معلوم نیست به این موضوع چگونه نگاه میکنه و بعد در مسیری حرکت میکنه که از نظر خودش حتی کاری علیه شما نکرده، فقط نخواست انتظار شما رو یا خواسته شما رو برآورده کنه. به من میگید ای کاش این گونه نبود. بله، ولی باورم کنید، باورم کنید، من در ارتباط با بچه ها این کار رو برم کسی همیت نمیده. میگفتم اونجا خوب و خوشن، برای منم مهم اینه که اونجایی که هستن خوب و خوش باشن. حتی اشتباه کردن اونجا به خوبی و خوشی، اگر اینجا بودن با هم بودن نبود، خب اشتباه خودشون یه چیزی یاد میگیرن. تا اینکه بهم برخوره فکر کنم یه اتفاق بزرگی افتاد. ما تو دنیایی هستیم که عزیز بچه‌ها آمدن و میرن، اصلا طبیعت قاعدش این بوده، طبیعت قاعدش این نبوده که بچه‌ها بمونن. این ماجرای وابستگی و تعلق که ما درست کردیم مال طول تاریخ زندگی انسانه، که در این شبهای تاریک سرد پر از خطر پشت به پشت هم میدادیم برای که گرم بشیم، یه ذره احساس و امنیت و آرامش کنیم. امروز بچه ها اون نگرانی و اون ترس و وحشت رو از زندگی و بودن با دیگران و غریبه ها ندارن. ما در جهانی بزرگ شدیم که فامیل خوب و دوست بوده، غریبه بد و دشمن. بچه های اتفاقا غریبه رو دوست و خوب میدونن و فامیل رو بد و دشمن، و در بسیاری از موارد حق با اونا هست. این است که شما فرض رو بر این بگیرید که من به عنوان یه پدر نقشم رو در حدی که میدونستم و میتونستم انجام دادم. حالا اینجا اون اشتباهی بوده و از این بابت متاسفم، ای کاش نمیبوده، ای کاش میدونستم نمیکردم. ولی الان نرید توی اون مرحله ای که یه گونه احساس ارتباطی بکنید که توش شما رو آزار میده، برای که از این بدتر هم خواهد شد.
شما یک کسی رو بله مثل شده سوار آقای کردید، دکتر، اگه اجازه بدید بدتر هم شده. خب اونو مطمئن من هستید؟ حقیقتش بلکه آخه جان من ویژگی روانی شما رو میبینم عزیز، یعنی شما به این چیزهای اهمیت به کسا قرار نبود اهمیت بدید اصلا. نه حقیقت دکتر، این مسئله یه مقداری شدت بیشتر پیدا کرده بود برام، چون یک هفته قبلش مادرش برام پیغامی نوشته بود که آیا این میخوای من بیام، به نظرت خوبه که بیام اونجا، یعنی مشخصا برای تولد حفظ نبرده بود، ولی خب معلوم بود که خب یک هفته مونده به تولد این، که بیام اونجا نظرت اینو. منم براش نوشتم که هرچی برای دخترمون خوبه اونو خوشحال میکنه برای منم خوبه، یعنی جواب رو به این شکل داده بودم. فهمید؟ خب حالا بعد از اون هیچ ارتباطی با من برقرار هیچی نشد خب و نشده. من دیدم که اینا خب هیچ چیزی با دیگه عزیز من، من شما شده. یه قربونت برم احساس توطئه میکنی. ببینید بذارید چیز به شما بگم، هیچ چیزی هم تو زندگی شما عوض نمیشد اگر شما این انتظارات توقعات رو نمیداشتید. من بارها خدمت همه دوستان عرض کردم یه لغت هست که علت بدبختی انسانه در استراب و افسردگی و خشم و وسواس احساس خجالت و شرم و گناه، و اون لغت انگلیسیش از expectation یعنی انتظار و توقع. بارها من عرض کردم بیش از 20 سال لایسنس پلیت اتومبیل من این بود که ever since I last hope I feel much better، یعنی اون زمانی که امید و انتظارم به دیگران از دستم چون قصر اون بود احساس بهتری میکنم. شما با انتظار فقط میتونید دچار خشم بشید. شما انتظار ببین الان شما توی 5 تا قصه دیگه هم بگید که کاملا حق با شماست، اصلا نشون دهنده این است که به نوعی اونا بسیار بد عمل کردن، شما رو نادیده گرفتن، به هیچ آوردن، حتی یه دهنکجی کردن. اصلا من با این حرفا اصلا مخالفتی ندارم، ولی پدری یعنی همین عزیز، مادری یعنی همین. ولی شما نه سب کن نه سب کن نه سب کن آخه شما ببینید عزیز، شما این شده موضوع زندگی تو، برای که زندگی شما خیلی خیلی خالیه. فکر میکنم خانم هما سرشار هستن این اصطلاح دارن، شما در حقیقت مثل یه طوفان هست در یک فنجون قهوه، یعنی توی فنجون قهوه ای که قهوه تکون خورده ما فکر کنیم طوفان شده، اصلا چیزی نشده. دختر شما با مادرش که شما از هم جدا شده 6 ساله و شما دختر رو باهاتون آمده فرانسه و اون اونجا بوده، یه بازی کردن که همه جاش اصلا نامناسب نادرست بوده، بویی از صمیمیت و محبت و رعایت توش نبوده. من اصلا کاملا از شما میپذیرم، ولی خبر بد براتون دارم، بچه ها 100 دفعه این کار رو تو زندگی در ارتباط با پدر و مادر تو دنیای امروز میکنن عزیز، برای که با ما متفاوتن، برای که کسای دیگه هن. یه دنیای دیگه ای دارن، یه زندگی دیگه دارن، جدول ترجیحاتشون متفاوته. به همه چیز که اصلا ما یه نسل دیگری هستیم، اونا یه نسل دیگری، اونم تازه من و شمایی که آمدیم ضربه های مهاجرت رو خوردیم. شما ضربه طلاق رو دازدی، شما ضربه یه فرزند تک رو دارید، شما ضربه یه بچه است که خواهر برادر نداره، یا مادر نداره، یا پدر نداره. چی میمونه برای یه دختر وقتی 12 سال و 14 یا الان که 19 سالشه؟ کسی نیست. تنها پناهش میتونه دو تا دوست دخترش باشه که تازه خیلی هم میتونه خطرناک و معنیدار باشه، 4 تا پسر که میخوان باش باشن، هیچی. یعنی این تصور و توهم که یک توطئه بزرگی در کار بوده نیست، یه بی‌اعتنایی، بی‌توجهی، نامهربونی، بی‌انصافی، بیاتن، هر چی شما میخواید بفرمایید من باتون موافقم، ولی داستان همین عزیزه. چرا میگن عشق ورشکسته است؟ چرا میگن محبت ورشکسته است؟ برای که فقط باید آنچه که داری تجربه کنی و بدی و هیچی در مقابلش نمیگیری. حتی مارکس متوجه شد که اگر اینو تبدیل به معامله کنیم که من این کار رو میکنم تو اون کار رو بکن، که اصلا عشق نیست، مبادله هست. تو هر چی داری میدی صده، او به تو هیچی نمیده، تازه 5 تام طلبکاری، تازه از دستت هم ناراحت. اینا واقعیت های دنیای امروزه، ولی شما زندگیتون خلاصه شده در همین موضوع و ارتباطتون با دخترتون کاملا میفهمم، مجبورم خدمتتون عرض کنم، از نظر من خالی بودن، تنها بودن شما رو حس میکنم و بنابراین اون تبدیل شده به یه موضوع مهم، یعنی یه طوفانی است که در یک فنجان قهوه یا چای اتفاق افتاده.
از نظر من هیچ. بچه های من با من این کار میکردن، باورم کنید حتی یه روز بعد یادم هم نبود. قرار اینجوری باشیم باید گفتیم یا من برنامه ریختم بعد رفتم بعد اومدم بعد نبودم بعد رفتن بعد فهمیدم بعد متوجه شدم اصلا از یه ماه قبل میدونستن، به من نگفتن، به روی خودشون نیوردن، منو بازی دادن رفتن. خب کردن کرد، قرار نبوده غیر از این بکنن. اون چیزی که شما انتظار و توقع دارید به من میگید، درستش همینی که شما میفرمایید، با تو موافقم، ولی ایمان دنیای امروز نیست عزیز، اصلا نیست، تموم شد. بنابراین من تصب کنید، من تا اونجایی که از اختم برمیاد کاری رو انجام میدم، چون خودم دوست دارم، درست میدونم، باش روش بکنم، ازش لذت دارم، انجام میدم، هیچ توقع و انتظاری ندارم. باورم کنید من تو کار دوستان و مراجعینی که داشتم هم تازه بعد از وقت بد کردنم اهمیت ندادم، برای که روزی که تو زندگیت یا به خاطر دیگری یا دیگران یا چیز دیگری عمل میکنی، آخر کار میبینی بازنده ای. و روزی که تو زندگی میدونی که در این کار میکنی ممکنه نه تنها پاسخ و پاداشی هم نگیری، ممکنه تنبیه بشی، این واقعیت دنیای امروزه. شما اصلا نگاه کنید، اصلا نمیخوام وارد بحث خاصی بکنم، حداقل اگر باور مذهبی داری، اونایی که دارن، پیامبران یا کسانی که رهبری رو داشتن بیشترین رنج و آسیب و آزار رو دیدن، حتی کشته شدن، تکذیب شدن، همه برای سرشون آمده، غیر از خیرخواهی چیزی نبوده. ولی این واقعیت دنیاست، تا اون مال آدم های بزرگ سال چیز بچه ها. حالا اگر هنوز فکر پایی دلتون میخواد توی موضوع هم حرف بزنیم، بزنید بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم، اگر میخواید صحبتی با هم داشت باشیم بفرمایید. الو سلام. دوشت بعد از این جریان حقیقتا من خیلی از چیزها رو از شما شنیدم در طول مدتی که برنامهاتون رو گشودم، فقط بسنده کردم به دو تا مسئله که شما همیشه عنوان میکنید. البته خیلی خیلی چیزهایی دیگه وجود داره ولی همین دوتا برام کافی بود. اینکه اتفاقا در ارتباط با همین مسئله که پیش اومده بود، یعنی همین تولد اینا، خب به نظرم رسید گفتم شما همیشه میگید من دوست دارم که خوب گول خور باشم تا اینکه بعدی باشم که گول بزنم به کسانی دیگه. گفتم خب این مسئله به این شکل بوده برای من، اب نداره، من خواستم کار خوب خودم بکنم ولی خب اینطوری برخورد شد. دوم اینکه من کاملا به این رسیده بودم که خب همه این آسیبا رو ما به این بچه زدیم، بنابراین بازم طبق یکی از حرفای شما اینکه ما زدیم پای بچه رو شکوندیم، ولی حالا مثلا به فکر کتونی پاره این هستیم، مثلا که مسئله مهم اول اینه که پای این بچه شکسته. بنابراین پیش خودم گفتم خب من به فکر یه تولد بودم ولی الان رابطه هم قطع شد دیگه با بچه هم، کاش این اتفاق نمی افتاد. و ایشون دیگه بعد از اون تلفنش هم تغییر پیدا کرده بود و به من نداد، حتی به مادرش هم به صورت تهدید گفته بود که تلفنمو اگه به بابا بدی من با تو هم ارتباطمو قطع میکنم. نه ببینید من خوشحالم، نه صبر کنید، من بسیار خوشحالم که شما به نکات مهمی اشاره فرمودید، ولی آخر کار گفتید تلفنمون قطع شد، شما قطعش کردید، شما بلاکشون کردید. نه ایشون تلفنشو بعد عوض کرد و خب بعدش کرد. خب بعدش کرد بعد از اینکه شما به خاطر اون عصبانیتون بعد از این جریان اصلا رها کن، بعد از این مدتی درست میشه، رسید میخوام بگم این خیلی سریع میگذنه ولی اعمالی که انجام دادم. بنابراین عید خودمون، عید نوروز که رسید، من رفتم که ببینمش دم خوابگاهشون، گفتم خب این اتفاق پیش اومده نداره، من برم ببینمش، که رفتم نبود و یه کارت تبریک با همراه یه شاخ گل گذاشتم توی یه پاکت و تقریبا یه مبلغ 2300 یورو هم براش گذاشتم، دادم به مسئولینی که اونجا بودن. وقتی دیدم خبری نشد فقط نگران این شدم، گفتم شاید اصلا ببینم که این مبلغ رو رسوندن بهش یا نه، که برای طریق مادرش متوجه شدم که گفته بوده من حتی در پاکتم وا نکردم. بله رسوندن ولی من حتی در پاکتم وا نکردم، نمیدونستم توش پول هستش. اینم گذشت، باز دیدم اطلاعی هیچ ارتباطی برقرار نشد، مجددا میدونستم که
غذاهای ایرانی دوست داره، این بار از رستوران ایرانی توی پاریس برای چند غذا بردن، منتها این بار دیگه دم در حتی اونا رو از من نگرفتن. به من گفتن دخترت گفته که پدرم بگید نه بیاد اینجا، نه چیزی بیاره برام، نه میخوام دیگه ببینمش. این آخرین باری که اینطوری برخورد کرده بود. اوکی، ببینید عزیز، من به سه تا احتمال میرسم، اپی چهارمی هم بگم. احتمال اول این است که شما دخترتون یا مریض شده به معنی نظر روانی و یا مسائل روانی خاصی داره، از جمله وحشت و یا حالت نوعی استراب عصبی نوراتیک انگزایتی و خشم ویرانگر کوبند. احتمال دوم این است که از نظر او شما و مادرش در حقش بسیار بدی کرد و بنابراین از دست هر دو از جمله شما خشمگین است. احتمال سوم این که ترکیب این دو تاست. بنابراین راه حلش این است که از طریق یا یه واسطه یا از طریق نمیدونم طریق مکالمتون چیه، حتی یک ساعتی هر جور که دلتون میخواد، البته اگر فکر کنید مفید و درسته، یا بعد از صحبتی که با هم کردیم شاید یه نگاه مجددی بهش بکنید، برش فقط بفرستید و حرف شما در آخر بعد از هر توضیحی که دلتون میخواد بده این است که من منتظر اون لحظه یا روزی میمونم یا وقتی میمونم که تو من تلفن کنی و بخوای قرار بذاری همدیگر رو ببینیم، همین، و دنبالش هم دیگه نمیرید. برای که و یا و یا چهارمی پیش اومد بگم خدمتتون. بفرمایید. ببخشید من این ارتباط که قطع شد در طول 6-7 ماه خیلی خلاصه‌اش اومد. من به نظرم همونطور که شما میفرمایید رسید که از طریق مادرش به شکلی، یعنی حتی غیر مستقیم، ایشون رو بیارمش اینجا به بهانه مختلف، چون دخترمون امتحانات دانشگاه داشت، به بهانه امتحانات، به بهانه دو سه بار یادم هستش که بکشونم اینجا، مگه شاید وقتی ایشون اینجا باشه ما من هم بتونم ببینمش و یه مسائلی حل بشه. و هر حال نشد که نشد که نشد، حدوداً 1.5 سال گذشته از این داستانو. حدوداً 1 ماه پیش، الان دیگه 1 ماه داره میگذره، من تو مسیر خونه بودم، بعد نزدیکای خونه همین جایی که زندگی میکنم ایشونو دیدمش که دست در دست یه پسر داشت میرفت. من حقیقتاً 2-3 دقیقه صبر کردم، اول از اینکه خب بعد از 1 سال خونده اینه که من ندیدمش دخترم، وقتی اینم دیدم 2-3 دقیقه هم صبر کردم، گفتم برم دنبالشون یا نرم، ولی دلم برای خودم سوخت حقیقتن، چون میدونستم اگه نرم بیام خونه نه فقط همون شب، روزای بعدم مدام این نگرانی برام میمونه، فقط نگرانی که این پسر کی بود، کجا دارن میرن، چه اتفاقی میفته، چون ایشون اگه پسر بود من خیالم راحت‌تر بود، ولی الان دختره، یه دختری هم هست به این سن. بعد دنبال اینا 3-4 کیلومتر رفتم، فقط خیالم راحت بشه که ببینم چه خبر هستش. خب از دورم پسر رو از دور میدیدم، به هر حال با این سنم حدی میشه تشخیص داد که از چه نوع شخصیتی داره. سرتون رو درد نیارم، این مسافت دنبالشون رفتم تا یه جایی نشستن توی یه ایستگاه اتوبوس. من دیدم، یعنی لحظه رو فکر کردم که مناسب شاید باشه، چون دیدم از طرف مادرشم که یه واسطه رو بخوام بزنم، خب نشده بود، 1 سال گذشته هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ قدمی برداشته نمیشه که شاید این مسائل حل بشه. به نظرم رسید که شاید موقعیت مناسبیه و فکرم کردم که شاید این بنده خدا رو درواسی میکنه، جرأت به خودش نمیده با من برخورد کنه، شاید تو عمل انجام شده قرار بگیره. بنابراین قبل از اینکه اتوبوس بیاد ایشون رو صدا کردم، با صدای منو شنید، من این ور خیابون بودم، اونا اون ور طرف دیگه خیابون تو ایستگاه اتوبوس بودن، با صدای منو شنید، منو نگاه کرد، پا گذاشت به فرار. من دیگه موندم، خودمم چون توقع نداشتم توی یه حرکتی موندم، دنبال دوتاشون رفتم، بعد رفتن به این نتیجه رسیدن که خونه اون پسر همونجاست. اتفاقا یکی از مناطق بسیار خوب پاریس هم هست، مشخصه که
که افراد به قول معروف خانواده‌داری اونجا هستن. خب پسرم مشخص بود، منم رفتم تو خونه، فقط دیگه این داستان شاید تموم میشه، یعنی تو عمل انجام شده هر جفتمون قرار بگیریم. متاسفانه تو خونه هم که وایساد دیگه دید چاره ای نداره، فقط دو سه تا کلمه به من گفت در طول 4-5 دقیقه که من اونجا بودم، که این که نمیخوام ببینم. بعد گفتم تو میدونی من چند بار اومدم دم خوابگاه؟ گفت بله. مامان مادرشو میگفت، مامان بیچاره هم اینا رو به من گفته، دو بار کلمه بیچاره رو تکرار میکرد. اون بیچاره هم میترسه، که بهش گفتم اگه تو دخالت بکنی من ارتباطم با تو هم قطع میکنم. اینم کلمه دوم بود. بعد این که به من گفتش که چون برای این مسائل که ختم بشه یه دادگاهی هم تشکیل دادن، یه قاضی بود، گفت هیچ هم میدونی تو آخرین بار گفته بودن که شما حق نداری به من نزدیک بشی. اینم به من گفت. من دیدم اینطوریه، فقط داشت گفتم پس نمیگه صحبت بکنیم با هم؟ گفت نه. گفتم پس بیا یه بغلت بکنم صورتتو بوس کنم برم. گفت نه نمیخوام. من اومدم دیگه. این داستان آخرین داستانی بوده که باهاش پیش اومده. من سوالم حقیقتا از شما اینه، حالا شما دو سه تا چیزی رو بینابین گفتی، ولی اینکه به هر حال میخوام ببینم با تجربه بسیار بسیار زیادی که شما دارید، این دختر الان در چه موقعیتیه؟ البته اشاره کردید دو سه تا احتمال، و اینکه آیا این برخوردش میتونه طبیعی باشه تو اون لحظه؟ یعنی این اتفاقی آره عزیز من، اگر شما نه ببینید عزیز، شما آخه به گونه ای موضوع رو مطرح میکنید. شما اگر من جمله 3-4 دقیقه قبلتون رو میتونستم تکرار کنم، شما یه جوری عمل میکنید که مثل اینکه یه آدمه مال چند هزار سال قبل یک دفعه متوجه شده دخترش دست در دست یه پسره که اصلا معلوم نیست میخواد بره چه بلایی سرش بیاره، که شما حالا نگران اون شد. من بارها خدمت دوستان عرض کردم این توهم و تصوراتی که ما از تاریخ داریم که شبها هست که باید بچه ها شب بیان، امروز بچه ها ساعت 10 صبح هم رابطه جنسی برقرار میکنه. امروز فرزند من و شما که میره، اگر بخواد میتونه نه با یه نفر، با چند نفر هم باشه. این نگرانی های ذهنی ماست که ما رو به سمت و سوی میکشه که برای بچه ها غریبه و غیرعادیم. اگر قرار باشه بخوام پاسخی به شما بدم، اول اینه که به نظر میسته این بچه از زندان شما و مادرش آزاد شده. اینکه اونجا رو زندان شما کردید یا او میدانسته فرقی نمیکنه عزیز. بنابراین او داره میگریزه، او فکر میکنه بدون شما خوب و خوشه، با حضور شما، با هر چه که هست که من نمیدونم چی هست، برای او خوبی و خوشی کنار میره، ای بسا درد و رنج و دستور رو بکن و نکن و سر کلش پیدا میشه. این طرف خوب ماجراست. فرزند شما با توجه به اینکه اگر شما بتونید اطلاعاتو میشه گرفت، درسشو داره میخونه، کارشو میکنه، رفتارش یا لباسش و حالاتش هم چیز عجیب و غریبی نبوده، پسری هم که باشید، بچه 40 سال ازش، مرد 40 سال بزرگتر، با یه هیولای روبرو نشدید، قرار نیست که نقش پدر نگران رو بازی کنید یا بگید من میخوام اونا رو بدونم. عزیز به من میگید بده، آزاردهنده است، اذیت کننده است، آدم شب به خاطر اینا نمیتونه بخوابه. با تون کاملا موافقم، ولی اینا نتیجه برخوردهای نادرستی است که کردیم و شرایط غیر عادی که حاکمه بر جامعه در اروپا یا امریکا یا تا ایران به نوع دیگری. بنابراین همچنان عرض من خدمتون اینه، مادام که دخترتون بدونه، یک، کسی بهش نمیگه چرا این کارا رو کردی یا نکردی، دو، بهش نمیگه این کارو بکن و نکن. برزم لطفا توجه کن، من با صدها موردش روبرو شدم. نبگیم چرا این کار کردی یا بگیم که چی کار باید بکنی. اگر فقط مطمئن بشه که از این دوتا حرف خبری نیست، 99% دختر شما به سمت شما برمیگرد و کاملا پدری شما رو به گونه‌ای که خودش تعریف میکنه میپذیر. من یه نگرانی دارم که مادر هم در این زمینه
نمیخوام بگم به بدی و بدجنسی، ولی به خیر و صلاح خودش و دخترش این وضعیت رو تشدید کرده. کاملا بنابراین او در این حال هم یه ذره قربانی رها شدن خودش در 13 سالگی از مادرش اومدن به یک کشور دیگه و بعدن بازی است که مادر میکنه برای به نوعی داشتن او علیه شما. چون من که حاضر نیستم قبول کنم که شما با خوبی و شادی از هم جدا شدید، مادر گفت دختر برده برو فرانسه، منم اینجا بدون دخترم خیلی خوب و خوشم. معلومه با مسائلی چرا چرا جان دکتر ببخشید، من اون وسط فراموش کردم خود من شما بگم. دقیقا یکی از گله های مادر به دختر، نه به من، این هستشون از خودش سوال شد اون زمان که آیا عزیزم قربونت برم، عزیزم عزیز من، آخه عزیز من همیشه گله داره که تو چرا عزیز من، عزیز من تو شما کی میخواید از این خودخواهی بری؟ دختر 13 ساله که مسئولیت تصمیم نداره، که شما که خودش تصمیم گرفت. شما دوتا به شما نسبت در یه همچی سن و سنی رفتن مهاجرت، شما درستون تو ایران تموم نکردید، پاشتید رفتید دوی کشور بدون مهارت، اونجا زندگی کردید، یه دونه بچه بیشتر نیوردید، 13 سالگی بچه جدا شدید، شما بچه رو برشید بردید فرانسه. اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه. حالا میگی در 13 سالی خودش گفت که من با بابام میام، با تو نمیخوام باشم. ای بس از سر خشمشه، از سر بیماریشه، از سر خودخواهیشه. این که شما نمیتونید بهش استناد کنید، خودش هم خواست. عزیز من شما به من بگید آقا قربونتون که کدام بچه 13 ساله است که بخواد از کشورش و از مادرش و از پدرش جدا بشه؟ همچی چیزی ما تو دنیای علم ندیدیم، مگر اینکه اون جهنم اونجاست که بخواد فرار کنه. یا باید بپذیرید یه زندگی جهنمی براش درست کردید که اون میخواد از شما یا از مادرش یا از هر دو بگریزه، یا باید بپذیرید که این تصورات و توهمات شما که او خودش انتخاب کرد نیست. عزیز کدام دادگاه بچه 13 ساله در اروپا و امریکا اجازه میدن که تصمیم بگیره میخواد کجا زندگی کنه، با کی زندگی کنه؟ نظرش ممکنه بخوان، اونم در بسیاری از دادگاه ها نه. نه نکنید عزیز، هنوز اصلا بحث من نیست. من دو دفعه خدمتتون عرض کردم من با گذشته شما کاری ندارم که اشتباه کجا بوده، چون میفرمایید، ولی هنوزم ول نمیدید شما که گویی او خودش خواست. منم الان عرضم این است، اصلا فرض شما درست، او خودش خواست همه این چیزهایی که شما میفرمایید. شما دلتون میخواد پدری رو در مانند جنبه سنتیش بکنید، پدری امروز رو بکنید، میخواد فقط از حال فرزندتون خبر داشته باشید، دلتون میخواد یه رابطه عادی باش داشته باشید، اونو تعریف کنید میشه رابطه رو درست کرد، ولی فرزندتون اینو نمیدونه. فرزندتون روزی که شما رو دیده که با دوست پسرش دیدید تعجب نکنید، تعجب نکنید، حالا فکر نکنه بابام بیاد این پسر رو بزنه. یعنی شما ببینید در او چه میگذره عزیز، شما ملاک نیستید، شما از خودتون نتونستید در بیایید، اصلا شما ملاک و مبنا نیستید عزیز دل. تمام مسئله زندگی این که آدم خودشو جای دیگری بتونه بگذاره. باورم کنید از 100 تا دختر که از پدر مادرش اینجوری فراری بوده و دور شده و مثلا از پدرش و اون ماجرایی که شما فرمودید، روزی که با باباش او رو تو خیابون با یه پسری ببینه دست در دست، 90% دخترها وحشت میکنند که الان یه اتفاق بدی میفته، و بعد شما به قول خودتون یه مدتی هم دنبالشون میرید، بعدم از این ور به اون ور خیابون که فکر کنید فرصتی میده برای که اون تصمیم درست و بر اساس میل شما بگیره صداش میکنید. میدونید اینا طریقه راهش نبوده، عرض من این نیست که ایش از راه دیگه میرفتید تا موفق بشه. شما این ایدید، من بسیار از مادر پدر رو دارم که نمیخواستن بچه هاشون ببینن، بسیار از بچه هایی که اصلا درش خواسته ریخت پدر مادر رو ببینن، برای که اینا رو تو چارچوب پدری دختری نبرید که چگونه باید باشه. نگاه کنید به دو تا انسان، شما ممکنه علاقمند باشید برید مسابقه بوکس ببینید، یکی دیگه در بازیدن مسابقه بوکس بالا بیاره. ما مبنا و ملاک نیستیم، بنابراین کاری که شما قراره بکنید این است ببینید دخترتون اگر دلتون میخواد، کاملا من بهتون این حق رو حتی میده که بگید من دلم میخواد یه رابطه خوبی با دخترم داشته باشم، خبر از حال زندگیش داشته باشم، اگه بتونم براش کاری بکنم، ولی این از طریق نوعی که تا به حال برخورد کردید یا الان هنوز ذهنیت شماست عزیز دل. باورم کنید، امیدوارم بهتون بر نخوره. اگه دخترتون میامد
مطالبی که شما فرمودید رو. میگفت به نظر من پدرم اینه، میگفت من نمیخوام تو پدرت رو ببینی مادام که پدرت یک استعفای واقعی درونی نده که من پدر دخترم نیستم و توقع و انتظاری از اون ندارم. ولی شما هنوز دارید، شما هنوز جمله خودتون رو برید ببینید، وقتی اون رو با پسر دیدید یه گونه عمل میکنید که انگار مثلا بچه 2-3 سالتون یه مرد غریبه داره میبره که میخواید سر در بیارید، که او رو یه خطری تر دختری که ازش مدتی خبر نداری. بنابراین یه نگاه دیگه میخواد عزیز. تمام عرض من خدمت دوستان این بوده که دنیا دگرگون شده، اصلا جهان آنگونه نیست که قبلا بوده و با ملاک های گذشته نمیشه دنیای امروز زندگی کرد. الان هم اتفاق بدی نیفتاده. اولا باید شما تکلیف رو با مادر روشن کنید و با خودتون که اون مادر اونجا کجا ایستاده، چند روزه او داره در این آتش هیزم و بنزین میاره. دوم یه راهی که میشه با دختر صحبت کرد چیه؟ حتی واقعا دکتر، نمیدونم. ببینید من از طریق ایشون هم مدتیه که اصلا ارتباط پیغامیش هم خب با من قطع کرده. من اصلا مدتیه یک سالی که اطلاع ندارم. آخه باز شما رفتید، باز شما ایشون چیه اینا نیست. میخوام این حرف کنم خدمت شما. میفهمید راهی حقیقتا من هیچی به نظرم نمیرسید، یعنی اینم اتفاق اینطوری پیش اومد، ولی به نظرم رسیده بود، از شما سوال میکنم، حتی به نظرم رسیده بود که آیا میشه من اینجا مثلا ممکنه سراغ وکیل برم، وکیل با این ارگانی که زیر نظرش هست، این خوابگاه دانشجویی اینا، نه عزیزم ای بذاره. آخه عزیز دل من، آخه قربونت برم، شما تو فرانسه داری زندگی میکنید، وکیل اصلا بهتون میخنده برید این حرفا رو بهش بزنید. چه راهی باید به نظر شما برای اینکه من بتونم دخترامو ببینم یا شاید ارتباطی برقرار بشه انجام بدم؟ ببینید شما هنوز نخواستید رها کنید موضوع رو عزیز دل. شما اولا بیاد بگید من هیچ حقی ندارم، همه کارا رو من خراب کردم. تا زمانی که اینو نفهمید و نپذیرید ما مسئله داریم. بعد به من میفرمایید تو راه حل نشون بده، من بهتون راه حل نشون میدم. شما تشریف میبرید پروی خانومی که روانشناسه و داستان رو برای او کاملا تعریف بکنید تو 3-4-5 جلسه. بعد از او میخواید که با دخترتون تماس بگیره که من میخوام با تو صحبت کنم. این کار رو روانشناس ها میکنن، من بارها خودم این کار انجام دادم، صحبت کنم باید صحبت میکنه، یه ارزیابی میکنه، یه صحبت کنیم بینید اون کجا نشسته، کجا قرار داره. اون راه رو شما دارید، این راه ممکنه مدتی هم طول بکشه، بعدم میتونید با یه خانم روانشناسی یه ساعت صحبت کنید، بهش بگید من انتظارم از تو چیه. اگه گفت من این کارو میکنم، بگید حالا من 4 ساعت بیام برای تو، خودم رو اونگونه که هستم معرفی میکنم، تو بدونی من کیم و دختر من کیه. اگر گفت نه من دوستانی پروم اومدن که من گفتن ما با تو صحبت میکنیم، تو بعدا حتی زنگ بزن. من تو پاشدم رفتم خونه آدما. بنابراین موضوع اینه که یه فردی رو پیدا کنین از راه درستش، نه اینکه تو خیابون تعقیبش کنید یا برید وکیل بگیرید. باز هنوز شما روزی که بپذیرید که خواسته شما حق شما نیست، خواسته شما واقعیت نیست، انتظار شما احساس دخترتون نیست، بپذیرید با یه موجودی روبرو هستید که برای شما ناشناخته است، دختر شماست ولی ناشناخته است، و به خاطر این وضعیت شما قرار ابتدای آگاهی و شناختی پیدا کنید تا بتونید چیکار میتونید بکنید. ما اگر بخوایم ساعتی درست کنیم، اتومبیل درست کنیم، یخچالی درست کنیم، باید آگاهی رو داشته باشیم عزیز. شما میخواید یه رابطه ویران شده ای از هم پاشیده یه پدر و دختر رو درست کنید. باور کنید 10 برابر بیش از اونها تخصص و آگاهی میخواد و همین گونه و پا برهنه نمیشه رفت. ولی شما قرار سر جای خودتون بشین که من یه پدرم که مسئولیت همه این اتفاقات رو میپذیره. من همین امروز تو که فرمولی شما شنیدید بارها عرض کردم، من هر وقت بچه هم اشتباهی کردن اولین حرفم این بوده که من کجا من اشتباه کردم، کجا من کار رو خراب کردم، تا اینکه بیام طلب کار یک کسی دیگه هم مسئولیت رو به گردن یک کسی دیگه بیاندازم. و شما با نگاهی که میکنید، چون لطف کردید به من تلفن کردید، جسارت منم میبخشید، اصلا نگاهتون واقع بینانه، عاقلانه و بر اساس آنچه که اسمش پدری و فرزندیه نیست.
و بعدم گفتم خالی بودن، تنها بودن و اینکه این سرمایه اصلی شماست، این یه مقدار ثمره و میوه زندگی شماست و میبینید این گونه از شما دور شده و شما رو نگران میکنه و حتی نگران این هستی که بر سر او چه خواهد آمد، ازش هم خبر ندارید، که این بدتر از آگاهی از یه چیز بده، بلکه این شک، این ندانستنها، این ابهام، این تاریکی ویرانگرتره. اینا رو متوجه هستم عزیز، ولی شما هم بیاید بدونید یک دخترتون کیه و راهش کدامه. حرفی که اینشتین میزنه، ما اگر از یه راه، از یه جا شروع کنیم، همون راه رو بریم، همیشه به همون جایی میرسیم که قبلا رسیدیم. من بارها خدمت پدر و مادر عرض کردم، شما سی دی 13 تا 19 سالگی، من همون قسمت اول میگم بین تولد تا 12 سالگی ما اشتباه کردیم، بین 12 تا 18 یا 22 یه فرصت طلایی برای جبران همه اون 12 سال پیدا میشه، اما شرط اولش اینه که شما همون پدر و مادر قبلی نباشید، ولی شما همون پدر مادری هستید که بچه در 2 سالگی یا 5 سالگی آسیب زدید. ای همون پدر و مادر با همون باور، اعتقاد، دانش، حس، احساس هستید، کار ما تمومه، شما این وضعیت رو بدتر میکنید و بنابراین یه نگاه دیگری میخواد. و خدمتتون توصیه میکنم که یه مقداری تو این زمینه بخونید، بدونید که خودتون بتونید جای او بگذارید، ولی اصلا از ماجرای پدری و دختری و به من گفت و بازی در آورد و اینا اصلا در بیاد. او علیه شما کاری نکرده، او برای حفظ خودش این کاری کرده، او برای دفاع از خودش این کاری کرده. او به خاطر دکتر، من اینو از شما سوال میکنم که پس راه حل مناسب رو رفتن پیش یه خانم روانشناس دونه. بهترین راه به نظر من اونه، یا راه دیگری وجود داره؟ نه صبر کنید، راه دیگری هم میتونه وجود داشته باشه. خاله ای، عمه ای، دایی، عموی، پسر خاله ای، پسر دختر دایی داره که به اون نزدیکه، با او یه وقت 10 ساعته میذارید حرف میذارید، او رو آماده میکنید که این ماجرا رو حل کنه. ولی یادتون باشه دو تا اصل داشت، هرگز نمیگید چرا چنین کردی یا نکردی و هرگز نمیگید چه بکن و یا نکن. اگر برگشتی، اگر خواست نمیدونم اول سوپشو بخوره بعد سالاد، گفتید آخه دخترم شاید بهتر آدم اول سالاد بخوره، همه چیزو خراب کردید. بعد دکتر این نوع رابطه شو چه در طول یک سال گذشته یا این برخوردی که این آخر کرده، این صحبت رو کرده، شما طبیعی نرمال میدونید؟ کاملا طبیعی. مثلا شما قبل از اینکه من بگید من میدونستم چی میشه. من خدمتتون عزیز دل، شما خوشبختانه گوش که نمی کنی. میگم از 100 تا دختری که میدید پدرش ای بسا مدتیست دنبالشه با یه پسر دیگه دست در دسته، هر کس بخواد باشه 98 روش وحشت میکرد، بعدش که فکر از عهده شما برمیاد، او و همون پسر حسابتون هم تو میرسن، کاری نمیتونید بکنید. ولی بله نه، من در ارتباط با یک سال خورده ای که با من ارتباط نمیخواد داشته، اون هم طبیعیه، یعنی نرماله که این نوع برخورد و به خاطر خشمی چیزی که داره با من انجام بده. 90% بچه ها دنبال فرصت و بهانه‌ای هستن که حرف نزنن با پدر مادرشون وقتی پدر مادر از ذره سخت میگیرن. بعد چی دیگه؟ اینقدر عادیه آخه قربون هاشم دیگه. اینه که فقط یک سوال، من این مسئله چون به بیماریش هم اشاره کردید، آیا با تمام این چیزهایی که از من شنیدید به نظرتون میرسه که بیماری نه. هایی داره نه. و اگر داره چی یا خطر داره یا نداره نه. در چه نه. ببینید باز شما دارید دنبال بازی ها با هم. عزیز من شما کوشش کنید او رو بفهمید، نه با احتمال. من اگر اولا احتمالی نمیدم، اگه به من بگید تو فکر کنید چیه، میگم هیچی، یک دخترم. عزیز من شما چه بلایی سرش آوردید؟ بچه تک آوردید، توی ایتالیا بودید، 13 سالگی زن شوهر طلاق گرفتید، بچه رو برداشتید بردید فرانسه با خودتون نه با مادرش. من دیگه چی بگم قربونتون؟ بچه معلومه مسئله داره، استراب داره، استرس داره، افسردگی داره، خشم داره، خجالت داره، شرم داره، احساس عدم اعتماد و اطمینان داره. ولی اینا مسئله نیست که شما بتونین حل کنید و اینا قرار نه، نیست نه، شما من حل کنم. میخوام ببینم از نظر شما اینا، چون بارها تو صحبت‌های شما با دیگران شنیدم حتی یه مسئله ساده، خیلی خیلی ساده تر از این عنوان شده، به نظر می‌رسیده که مسئله مهمی نباشه، ولی شما با صحبتتون به جایی رسیدید که حتی موضوع مثلا میگم مرگ و زندگی رو به مادر نمی‌بینم. نمی‌بینم. نه من دارم
شما رها نمی کنید احتمالات ذهنیتون رو. عزیزم من چیزی در دخترتون ندیدم. شنوندگان خوب و عزیزم متوجه شدم که میخوام به شما بگم آنچه که دخترتون انجام داده عادیه، عادیه، طبیعیه، طبیعیه. رفتار شما به عنوان یه پدری که هنوز فکر میکنه مالک است و قدرت داره و کنترل کننده است و حق داره و نمیدونم بچه ها وظیفه دارند و پدری گفتند و حرمتی داره و احترامی داره، اصلا اینا حرفا مفت قربونت برم. تو دنیای امروز تمام شده دورانش، اونا مسئله شماست و بعدش هم همه اصول رو نادیده گرفتن. نمیخوام برای بار دهم تکرار کنم، اصلا شما هیچ کاری اشتباهی هم نکردید، فعلا اینو دارید. میخواید مواظب دخترتون باشید، مواظبش باشید، نه اینکه با نگرانی حالا اگر سراغش رفتید بخواید چکش کنید که باز میشه همون. چرا خدمتتون هست که کاری به کارش نداشته باشید؟ چرا گفتم از گذشته به بعد نپرسید؟ بلا الان من اگر عرض کردم یکی از احتمالات حتی 5% هم نیست دخترتون مریض باشه، شما الان که برید سراغش باید ببینید مریض هست یا نیست. حتی ممکنه بهش بگید دخترم میخوای بری یه روانشناس رو ببینی؟ کار ما تمومه. بلکه باز دوباره برگشتید سری که میخواید بهش بگید چیکار بکن چیکار نکن. من دارم به خدمتتون عرض کنم هر وقت رفتید شد هیچی. مواظب خودتون باشید. خیلی متشکرم، بی نهایت ممنونم دکتر. امیدوارم که روزی از نزدیک ببینمتون و به قول معروف یه بغل مرغونه ازتون بکنم. لطف دارید.